دیگه برای داشتن یک کامپیوتر گیمینگ قدرتمند نیازی به کارت گرافیک نداری. لپتاپ ها قراره به اندازه قوی ترین کامپیوترهای دسکتاپ قدرتمند بشن و کارت گرافیک 600 دلاری که از نمونه های مثبت 1000 دلاریش قدرتمندتره و میتونه به بهترین کارت گرافیک سال تبدیل بشه. من امیرحسین و بریم توی این ویدیو تا از سورپرایز های سوپر انویدیا، AMD و اینتل بهتون توضیح بدم توی مراسم CS 2024. با من همراه باشید. از نظر من رویداد CES مهمترین مراسمیه که در زمینه تکنولوژی در طول سال برگزار میشه، مخصوصا در زمینه سخت افزار. چرا؟ چون هر کمپانی که اسمش به ذهنتون میرسه میاد توی این مراسم یا رویداد از آخرین و قدرتمندترین محصولات خودش یا شاید هم عجیب غریب ترین محصولات خودش رونمایی میکنه. اما من توی این ویدیو با عزیزان دل خودم یعنی AMD، اینتل و انویدیا کار دارم که بهتون گفتم قراره با آخرین محصولاتشون روبروتون کنم و از اینتل هم شروع میکنم. تقریبا حدود یک ماه پیش بود، حالا یکم کمتر یکم بیشتر، که اینتل اومد از پردازنده های جدید لپتاپی خودش یعنی سری کور اولترا رو نمایی کرد که منم یه ویدیو کامل و جامع در موردش براتون ساختم که اصلا اینا چی ان، داستانشون از چه قراره، کجا قرار میگیرن و آیا ارزش داره که براشون صبر کنیم یا نه، که لینکش این بالا براتون میذارم اگه خواستید برید ببینید اونو بعدن که کاملا سر در بیارید. اما همون موقع من داشتم به این فکر میکردم و هم درگی بود و حس می کردم که اینتل کارش هنوز با دنیای لپتاپ ها تموم نشده. اصلا مگه میشه تو اینتل باشی و دنبال قدرتمندترین پردازنده های دنیای لپتاپی که در حد پردازنده های دسکتاپ توان دارن و قدرتمند هستن نباشی؟ نه، نمیشه. پس در نتیجه اینتل اومد از پردازنده های لپتاپی نسل 14 سری HX خودش توی مراسم CES رونمایی کرد. 5 تا پردازنده ابرقدرت که قراره به زودی توی دنیای لپتاپ ها ببینیمشون. از قدرتمندترینشون شروع میکنم دونه دونه بهتون میگم که اولیش Core i9 14900 HX، دو تا Core i7 داریم شامل 14700 HX و 14650 HX و دو تا هم Core i5 داریم 14500 HX و 14450 HX. خیلی ساده و سریع بهتون توضیح بدم داستانشو، این شکلی میشه که ما طبیعتاً قراره پردازنده های قدرتمندتر از نسل 13 رو ببینیم و در حد پردازنده های نسل 14 دسکتاپ یعنی توی این بازه قدرتی هستن. قوی ترین پردازنده که همون Core i9 14900 HX باشه، دقیقا مثل نسل قبلیش، نمونه نسل قبلیش، یک قول بیشاخ و دم پردازشیه، یک ابر پردازنده لپتاپی میشه در نظرش گرفت، چون 24 تا هسته پردازشی داره و 32 ترد و دقیقا مشخصاتش مثل همون هسته قبلیشه، فقط فرکانس پردازشیش افزایش پیدا کرده و توی هسته های P 400 مگاهرتز و توی هسته های E هم 200 مگاهرتز ما افزایش فرکانس رو داشتیم. بیشترین ارتقا رو توی این چند تا پردازنده Core i7 ها داشتن که علاوه بر این که فرکانس پردازشیشون افزایش پیدا کرده، تعداد هسته های پردازشی هم بیشتر شده. ما تو 14700 HX میبینیم که 4 تا هسته E اضافه شده بهش نسبت به نسل قبلی و 14650 HX هم دو تا هسته ای بهش اضافه شده نسبت در مقایسه با نسل قبلی خودش. و کمترین ارتقا رو هم Core i5 های سری HX داشتن که صرفا یک کوچولوی انقدر فرکانس پردازششون افزایش پیدا کرده. دو تا نکته خیلی مهم که در مورد این پردازنده ها میتونم بهتون بگم، یک اینکه تنها سری از پردازنده های جدید اینتل که از استاندارد تاندربولت 5 داره پشتیبانی میکنه که خب خیلی میتونه گزینه جذابی باشه برای کسایی که حالا لپتاپ دارن یا سرعت انتقال دیتا خیلی بالا نیاز دارن. و نکته دومش اینه که معماری این پردازنده های سری 14 HX لپتاپی اینتل مبتنی بر اینتل 7ه، یعنی همون چیزی که ما توی نسل 12، 13 و 14 حالا دسکتاپی اینتل دیدیم و مبتنی بر اون معماری که توی کره اولتراها بود نیست، که اینتل 4 بود که یک معماری بهینه بود، کم مصرف بود، هوش مصنوعی محور بود، اونا رو اصلا نداریم. این همون معماری قدیمی است و صرفا روی قدرتش تمرکز شده تا روی بهینه بودنش.
اما از اینتل بگذریم و بریم سراغ اون یکی عزیز دلم، یعنی انویدیا. انویدیا هم تو سی اس با دست پر اومد، سه تا کارت گرافیک از سری RTX 40 خودش با لیبل سوپر معرفی کرد، شامل 4080 سوپر، 4070 Ti سوپر و 4070 سوپر که از همون به اصطلاح قدرتمندترینش میام براتون شروع میکنم و مشخصاتش بهتون میگم که 4080 سوپر باشه که کمترین حد ارتقا رو نسبت به نسخه معمولی خودش داشته و حتی یه ارتقا ناامید کننده از 4080 سوپر در مقایسه با 4080 معمولی، تا حدی که خیلی ها معتقدن که این کارت حدوداً با این مشخصاتی که اعلام کردن عملکردش 5 تا 10% بهتر از 4080 معمولیه و این یعنی شما اگه همین الان بری 4080 نسخه OC رو بخری یا اوورکلاک شده رو بخری که حالا کمپانی مختلفی هم تولید میکنن، عمل کردی مشابه با همین 4080 سوپر رو میتونی به راحتی به دست بیاری. اما خب در کل چیزی که خود انویدیا تو مراسم گفت در مورد این کارت این بود که اگر اشتباه نکنم حدود 2 برابر بهتر از 3080 تیایه و یه نکته مثبتی هم که داره کاهش قیمت $200ش، یعنی 4080 سوپر رو شما باید $1000 بخری در حالی که 4080 معمولی زمانی که معرفی شد $1200 قیمت داشت که اینم میتونه در نوع خودش نکته جالب توجهی باشه برای کسایی که حالا میخوان این کارت رو بخرن. کارت بعدی اما 4070 Ti سوپر $800 اومده که یه کارت پرچمدار کش باشه با توجه به مشخصاتش، تقریبا حدود 15-20% از 4070 Ti عمل کرده بهتری داره و از قول نسل قبلی یعنی 3090 هم کارت گرافیک RTX 3090 مقدار قابل توجهی قدرتمندتره و این یه کارت گرافیک $800 اینو حواستون باشه بهش. در مقایسه با رقیب خودش یعنی AMD هم عمل کردی نزدیک با پرچمدار AMD یعنی RX 7900 XTX داره که باز جذابترش میکنه در مقایسه با نسل قبل یعنی 3070 Ti، این 2.5 برابر توان بیشتری داره و یکی از ارتقاهای جذاب دیگرش هم اینه که حافظش از 12 گیگ ویرم به 16 گیگ ارتقا داشته که خب باز میتونه جذابتر هم بکنه 4070 Ti سوپر رو. ولی کارت گرافیک بعدی انویدیا اون کارت مورد علاقه منه، همونی که اول ویدیو گفتم ممکنه به بهترین کارت گرافیک سال تبدیل بشه، 4070 سوپر که قیمتش حدود $600 قرار باشه و 20-25% در مقایسه با 4070 معمولی عملکرد بهتری داره و در مقایسه با نسل قبل پرچمدار نسل قبل یعنی 3090 عمل کردی مشابه یا حتی یک کوچولو بهتر از 3090. این یک کارت گرافیکی $600 که بهتر از 3090 میتونه باشه، ولی خب به جای 12 گیگ ویرم کاشکی مثل نمونه 4070 Ti سوپر 16 گیگ ویرم داشت که دیگه واقعا یه انتخاب بی نقص میشد برای ماهایی که دوست داریم این کارت گرافیکا رو داشته باشیم، البته اگه بتونیم داشته باشیم. اما بریم سراغ عزیزترینم یعنی AMD. قربونش بشم خیلی از اون دوتای دیگه پرکارتر ظاهر شده توی CES، هم کارت گرافیک معرفی کرد، یه کارت گرافیک اقتصادی یعنی RX 7600 XT که $330 16 گیگ ویرم داره و قرار رقیب مستقیم و گردن کلفتی برای RTX های 4060 و 4060 Ti انویدیا باشه و در کنار این از دو سری از پردازنده های خودش یعنی پردازنده های رایزن 8000 لپتاپی و دسکتاپی هم رو نمایی کرد که توی یه بخشیش من یه کوچولو ناامید شدم و توی یه بخشیش خودم ریختم و باقی موهام باقی موند. حالا بهتون توضیح میدم داستان چیه. بذار اول از پردازنده های لپتاپی شروع کنم که 9 تا پردازنده بودن در کل سری رایزن های 8000 لپتاپی AMD. اولیش و قدرتمندترینش و پرچم داره رایزن 9 8945 HS که اون قوی ترین است، رایزن 7 8845 و 8840 HS، رایزن 5 8645 و 8640 HS در کنار 4 تا هم از پردازنده های سری U که دارید مشخصات همشون رو الان روی صفحه میبینید. حقیقتش رو بگم من از این پردازنده های لپتاپ جدید AMD یه کوچولو ناامید شدم. چرا؟ چون اگر بگم هیچ تغییری
نسبت به نسل قبل نکردن، خیلی بیراه نگفتم. یعنی تعداد هسته ها، فرکانس پردازشی، مقدار کش، تکنولوژی ساخت، همه چیز کپی پیست شده یه نسل قبله و تنها چیزی که ارتقا پیدا کرده که مانور بیشتری هم روش داد AMD، اون بخش NPU یا پردازشگر عصبی شه که کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی انجام میده. همه اسم مراسماشون رو میذارن GGAI، رایزن AI، سامسونگ AI، فلان، بس دیگه گندشو در آوردید. اما در کل خود AMD بر این معتقده که، یا به این معتقده که آقا ما اصلا نیازی نداریم، همین الان هم رایزن های 8000 مون با اینکه کپی پیسته خیلی از نمونه های اینتلش قوی تره، که تو مراسم به این اشاره شد. اما خب در کل من انتظارم بیشتر بود که تو سالی که اینتل داره همه برگه هاشو بازی میده، AMD هم بیاد یکم سنگین تر کنه این رقابت رو. اما توی بخش بعدی جایی بود که اینتل اومد، AMD اومد اون کارت طلاییشو رو کرد، اینطوری زد رو میز که آقا بیا اینم از برگه برنده. رایزنای 8000G که پرازنده های دسکتاپی AMD باشن، ببین قراره اصلا تموم کنن قضیه رو. اول ویدیو یه نکته رو بهتون گفتم که قرار کامپیوتر گیمینگ داشته باشیم بدون نیاز به کارت گرافیک. دقیقاً دلیلش همین رایزنای 8000G AMDه که اصطلاحاً بهش میگیم APU و ویژگی طلاییشون IGPU یا اینتگریتد گرافیک خیلی قدرتمندشونه، که AMD از IGPU های سری 700 خودش توی این پرازنده ها استفاده کرده و نتیجه رو اگه بخوام بهتون بگم اینه که شما بدون استفاده از کارت گرافیک مجزا میتونین بروزترین بازی ها رو با رزولوشن 1080 به راحتی بازی کنین. مثلا سایبرپانکو که الان دارین نمونه های واقعی که با این پرازنده پلی شده رو میبینید، میتونی بدون هیچ مشکلی و بدون نیاز به کارت گرافیک اجراش کنی، که خب این یه اتفاق خیلی جذاب و بزرگ میتونه باشه برای کسایی که میخوان PC گیمینگ داشته باشن اما اون هزینه های کمرشکن و گردنشکن خرید کارت گرافیک رو نمیخوان بدن. و در کل این که وقتی توان گرافیکیش اینقدر بالای شما، خب خیلی از کارهای دیگر رو هم میتونید صرفاً با همین APU انجام بدید بدون نیاز به چیز دیگه ای. این از تمام اتفاقاتی که در زمینه سخت افزارهای پردازشی تو CES 2024 افتاد. امیدوارم که تونسته باشم اتفاقات خوب و کاربردی بهتون بدم و در نهایت لایک این ویدیو و سابسکرایب به چنل یوتیوب دیجیتال رو فراموش نکنید و مرسی از اینکه ما همراهی کردید.